سرخط خبرها. رئیس ارتش امریکا: جنگ با تروریسم تمام نشده، با طالبان در ارتباط هستیم. گفتگوی صدر اعظم آلمان و امیر قطر در مورد افغانستان. ابراز تأسف روسیه از عدم تغییر وضعیت امنیتی افغانستان. پنتاگون: عوامل حمله هوایی در کابل مستحق مجازات نیستند. و گفته های امام علی رحمان که با شنیدنش شوکه خواهید شد. باید خدا به مجموعه خبری مهم این کانال خوش آمدید. تقاضا میکنیم ویدیو را لایک و کافی از چینل ما را سابسکرایب کنید. رئیس ارتش امریکا: جنگ با تروریسم تمام نشده، با طالبان در ارتباط هستیم. مارک میلی رئیس ستاد مشترک ارتش امریکا ضمن تاکید بر اینکه جنگ امریکا با تروریسم به پایان نرسیده میگوید که مقام های نظامی امریکایی همروزه با طالبان در ارتباطند. با گفته او، این ارتباط به منظور تسهیل خروج امن شهروندان امریکایی از افغانستان است. آقای میلی روز چهارشنبه یعنی به وقت محلی در اجلاس امنیتی آسپن اشتراک و سخنرانی کرد. او در این اجلاس درباره قدرت نظامی چین، مسئله تایوان و خروج آشفته از افغانستان صحبت کرد. وی گفت که خروج امریکا از افغانستان به معنای رها کردن متحدان نیست. او افزود: ما 20 سال در افغانستان حضور داشتیم و به این کشور خدمات زیادی ارائه کردیم. بنابراین خروج ما از افغانستان رها کردن یک متحد نبود. این مقام ارشد نظامی امریکا درباره تحلیل چین، روسیه یا دیگر رقبای منطقه‌ای امریکا از خروج این کشور از افغانستان گفت که نباید خروج ما به عنوان ضعف تلقی شود. او اضافه کرد: اگر چین، روسیه یا هر کشور رقیب دیگری نتیجه حضور ما را به عنوان ضعف تحلیل کنند، اشتباه کرده است. اکثر اوقات امریکا دست کم گرفته می شود و در طول تاریخ تحلیل های اشتباهی در مورد آن ارائه شده است. اما من به هر کشور اخطار می دهم که امریکا را کشور ضعیف در نظر نگیرند. رئیس ستاد مشترک ارتش امریکا همچنین در مورد ارتباط با دولت طالبان در افغانستان گفت که ما همچنان به صورت روزانه با گروه طالبان در ارتباط هستیم و سعی می کنیم امریکایی ها را از افغانستان خارج کنیم. او در عین حال گفت که جنگ امریکا با تروریسم به اتمام نرسیده، زیرا تروریسم یک آیدولوژی است و از آن به عنوان یک ابراز برای دستیابی به یک هدف سیاسی استفاده می شود. به گفته او، امریکا از این پس با حضور استخباراتی در منطقه غرب آسیا با تروریسم مبارزه خواهد کرد. گفتگوی صدر اعظم آلمان و امیر قطر در مورد افغانستان. مرکل صدر اعظم آلمان و شیخ تمیم بن عبد آل ثانی امیر قطر در مورد وضعیت افغانستان تلفنی گفتگو کردند. سخنگوی دولت آلمان با انتشار اطلاعیه گفته است که طرفین به بحث و بررسی پیرامون آخرین وضعیت افغانستان و تماس‌ها با طالبان پرداختند. مرکل و امیر قطر همچنین درباره وضعیت منطقه و همکاری اقتصادی آلمان و قطر گفتگو کردند. قطر از سالها به این سو میزبان دفتر سیاسی طالبان بوده و نفوذ گسترده‌ای بر این گروه دارد. همچنین دوها در حال حاضر پل ارتباطی میان کشورهای غربی و طالبان است. ابراز تأسف روسیه از عدم تغییر وضعیت امنیتی افغانستان. وزارت امور خارجه روسیه میگوید که با قدرت گرفتن طالبان در افغانستان، وضعیت امنیتی در این کشور تغییر چشمگیری نکرده است. این وزارت از وضعیت جاری افغانستان ابراز تأسف کرده است. ماریا سخنگوی وزارت خارجه روسیه روز چهارشنبه 12 اقرب در یک نشست خبری گفت: با تأسف می توانم بگویم که با رویکار آمدن طالبان، وضعیت تغییر چشمگیری نکرده است و نمونه آن حملات تروریستی در شهرهای افغانستان است که توسط داعش سازماندهی می شود. اشاره او به حمله دو روز پیش داعش به شفاخانه نظامی سردار محمد داود خان در کابل و پیش از آن حملات مرگبار این گروه بر مساجد در قندوز و قندهار بود. خانم ماریا همچنین تلاش های امریکا برای استقرار زیرساخت‌های نظامی خود در کشورهای همسایه افغانستان را از عوامل ناامنی و بی‌ثباتی در منطقه خوانده است. او افزوده که این تلاش های امریکا برای روسیه غیر قابل قبول است و روسیه در چنین اقدامات خطرات جدی تضعیف ثبات منطقه را می‌بیند.
پنتاگون: عوامل حمله های هوایی در کابل مستحق مجازات نیستند. یک بازرس ارشد وزارت دفاع آمریکا گفته است که حمله هوایی بدون سرنشینی آمریکا در ماه آگوست در کابل که منجر به کشته شدن 10 تن از جمله 7 کودک شد، یک اشتباه غم‌انگیز بوده است. بر اساس گزارش اسوسییتد پرس، یک بازرسی مستقل وزارت دفاعی که روز چهارشنبه 12 عقرب منتشر شده به این نتیجه رسیده است که آن واقعه بر اثر یک رشته اشتباه از جمله ندیدن یک کودک در محل چند دقیقه قبل از بمباران رخ داده و حمله متذکره ناشی از سوی اداره یا سهل‌نگاری نبوده و هیچ اقدام انضباطی در پی نخواهد داشت. سعید بازرس کل نیروهای هوایی ارتش آمریکا گفته است که حمله مذکور به علت خطاهای اجرا، تفسیر اطلاعات در حمایت از دیدگاه‌های خاص و اختلاطات ارتباطی رخ داده است. این مقام ارشد پنتاگون گفته است که وقت معلومات و فیلم‌های ویدیوها را بررسی کرد، حدود 2 دقیقه قبل از آن که پهپاد موشک‌هایش را شلیک کند، شواهدی از حضور یک کودک در آن نزدیکی پیدا کرده است. او در عین حال گفته از آن جای متوجه حضور کودک شده که پس از حادثه به خوبی به فیلم نگاه کرده است، ولی وجود کودک در محل در زمان عملیات می‌تواند برایتی مشخص نباشد. امام علی رحمان: تاجیکستان در خط مقدم مقاومت علیه تهدیدهای ناشی از افغانستان قرار دارد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان میگوید که خاک افغانستان منبع تهدیدها و چالش‌های مدرن است و کشورش خط نخست مقاومت در برابر این تهدیدات میباشد. آقای رحمان روز چهارشنبه 12 عقرب در اعلامیه گفته است خاک افغانستان همچنان منبع گسترش تهدیدها و چالش‌های مدرن است و تاجیکستان که مرز طولانی با این کشور دارد در خط مقدم مقاومت در برابر آنها قرار دارد. در اعلامیه رئیس جمهوری تاجیکستان آمده است که بحران عمیق سیاسی، نظامی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان بر نگرانی‌های جامعه جهانی افزوده و باعث ایجاد تنش در منطقه شده است. رئیس جمهوری تاجیکستان همچنان از آمادگی کشورش برای تسهیل روند کمک رسانی به افغانستان خبر داده و گفته است که تاجیکستان آمده است تا ظرفیت‌های لوجستیکی گسترده خود را برای ارائه کمک‌های بین‌المللی به کار ببندد. تاجیکستان از محدود کشورهای همسایه افغانستان است که هر گونه سازش با دولت و طالبان را رد کرده و همواره بر تشکیل حکومت فراگیر با حضور اقوام تاکید ورزیده است. به دنبال تسلط طالبان بر افغانستان، تنش‌ها میان این گروه و تاجیکستان نیز به وجود آمده است که منجر به استقرار نظامیان با اسلحه‌های پیشرفته در دو سوی مرز شد. طالبان گفته‌های مقامات تاجیکستانی در مورد افغانستان را مداخله در امور داخلی کشور می‌خواند. اخیراً روسیه نیز ابراز آمادگی کرده که در صورت متوجه بودن تهدیدات علیه تاجیکستان از مرزهای افغانستان در کنار این متحد خود می‌ایستد. سپاس که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر چینل ما را سابسکرایب